نه کجاییم؟ با منم گوش نمه عجله دارم ولی به چیزای دیگه فکر کن. نزو گوش نگی بیا سمت مخم. من چیکار کنم؟ گوش نگی خودش بیاد سمت مخم. عجب حمانتی کرد. منو با خودت آوردی؟ نه خیلی. زنگ گرفتی؟ نه خیلی زنگ گرفتن خیلی هم خوبه. عقلم میرسی زودتر میگرفتن. آدم هرچی زودتر زنگ بگیره بهتره. حالا دیگه نمیسه این نسال تو. منظورم از حماقت با پیپولی زنگ گرفتن. داداش من چرا پولا نیست؟ پول پدره؟ پدرم پدره. این دوتا یه رابطه مستقیم و منفک نشدنی با هم دارن. یا باید پدرت در اومده باشه، یا باید پدر در اومده باشین، یا پدرت پولدار باشه، یا پدر زنه. پس برای من امیدی هست. بله برای شما حتما امیدی هست، چون تو باید پدرت در آن جونه پدر زنم پدرش در آن عشنگ بود. خوشم اومد، خیلی خوب بود، خوشم اومد. ببینم اینجا دمپر من نشستی داری از زیر زبون من حرف میکشی، جایی از دهنت نپره. بارو به فلاکت بکشونی. مگه من دهن لقم؟ مگه امروز که مهری و مامان اومده بودن باشگاه فوتبال من چیزی به شما گفتم ها؟ برای چی اومده بودم؟ از آدم گشنه چه چیزا میپرسی ها؟ بعدم مگه من دهن لقم؟ آره بهت میگه هنون گوشته. بله آره خب. نه به جون تو، منم منتظرم دیگه. چه میدونم؟ نزنید. نمیدونم. منم میخوام اینجا آزم نکرده دیدمش آخر آقا دیدم اینجا بمون به چیزی هم دست نزن تا من بیام. همین الان اومد. چش نه الان اومد. خداحافظ. نگار بود؟ به تو چه؟ شما منو کشتی؟ من چه میدونم اصلا تو بذره چیه؟ اگه بکارمت نکارمت دینی قرامی چی؟ بوی بد ماهی میدی؟ وانت مالی چیه؟ دم ایدی ممره در آمده ما عوض کردم، زدم تو کار ماهی. آها پول آوردی؟ باید به سمع اون نظر جنابانی هم برسن. نگار بالاست. پر روی دیگه پر رو. ببینم داداشت زده تو کار ماهی؟ بالاخره آدم برای اینکه پولدار باشه یا باید پدرش دراد یا باید پدرزنش پولدار باشه. اینا رو کی یادت داده؟ من که نمیتونم هرچی داداش بر بیدم بهم گفته به شما بگم. بعدم بگی من تحلقم. نه نیست. نگار یه دقیقه ماستا دنبال من نیا. گفتم دنبال من نیا. از دستت بچه های کرد. آخه برای چی؟ تو نمیدونی برای چی؟ نه برای چی؟ پاشدی اومدی اینجا بوی ماهی نار انداختی؟ باشم با خودت چک آوردی؟ بابا تو که نداشتی چرا دیشب به من نگفتی من پانشم بیام اینجا؟ چرا امروز صبح به من نگفتی که من اینجوری این جلوی اینا بی شخصیت نشم؟ خب بابا قرارمون با یارو این نبود. به من چه ربطی داری؟ لحظه آخر یه دفعه چک داد من چیکار کنم؟ دلم کن بابا. نگار کن. داداش پرویز می‌خواستش ازش پول بگیره. اون باشه بیاورون. چی شده؟ هیچ چیز. من می‌خواستم که کفشمو بیاره نیورده بود. حالا من بهت زنگ می‌زنم. ببین جلوی این سه نفر منو بی‌شخصیت کردی. همینا می‌خواد چیکار کنه؟ حالا پول بیاره. اسمش پول نه اسمش چکه یکم هات کنیم بره دیگه. بعدش هم میشه شما خودتون بکشین کنار من ببینم طرف حسابم کیه. چش من خودمو می‌کشم کنار. اصلا آقا یه چیزی بهت بگم، امروز انقدر یه ساعت دیر کردی آقا ما دستت خیلی شاکی شد. گفت بهت بگم امشب با خانوادت قبل شام نخه بعد شام تشریف میارین خونه ما تکلیفشو با تو روشن کنیم. خودت میگی آقا. بله من با شما شوخی داره. واسه چی؟ اونم حالا بعد شام یه کاره؟ واسه که فکر میکنی یه ریگی تو کفشته و آمادگی پختن شام ندارن. چه ریگی؟ بعدش هم ما که با هم حرفا رو نداریم دور همین چیزی. من دیگه نمیدونم خودت میدونی. آقا من دیگه سینه سپر نمیکنم به بابام بگم این پرویز رفیق ما عاشق بیشه است آبجیمونو خوشبخت میکنه. خودت میدونی آقام تو رفیقی دیگه به نام نادر نداری. آقا جون تو لطف کردی درست، ولی ما گاوبندی کردیم، زد و بند کردیم، ساخت و پاک کردیم.
بعدشم یکی اسرائیل اومده سراغش، من باید جواب بدم. راستی به این چه ربطی داره؟ آقا اینا رو برو به آقام بگو. رفیقی به نام نادر نداری. بابا. آبجی من دارم میرم کله پزی. میخوای با من بیا بیا بریم. میخوای با ایشون برو برو. میخوای بشینی پشت وانت، باد بخوری، ماهیا رو نگاه کنی، نگاه کن. من رفتم، شما هم دیگه داشی به نام نادر نداری. بابا. من چه ربطی داره؟ منو چه؟ آقا نداری. برو دیگه. میرم. فشار روی من همه چی هم میندازی گردن من. چیکار میکنی؟ میری یا خودم برم حلش کنم؟ معلومه که میرم. بری اون تو دوباره بوی ماهی را بندازی. بفرمی بده. اون چک اینم پول. اه اه اینا هم که بوی ماهی گرفتن. آه پوله دیگه. نه واقعا راست گفتن، باید پدرت درون یا پدر زنت. قشنگ بود. حالا ماهی فروشی مگه چشه؟ خیلی هم شغل شریف و خوبیه. مهم اینه که مرد خونه حلال بیار خونه. اصلا این ماهی فروشی اگه نبود من میدونستم حتی شده چکی امروز پونه لباس هنوز رو بدم. نمیبینی من چند خون سردم؟ امروز از صبح تا حالا انقدر با ماهی و هشت رو نشت داشتم خون سرد شدم. خیلی با حالم ریزم. آره خیلی با حالم. خون سردی؟ آره معلومه که خون سردی. خون سردی که اینطوری پامیشی میای اینجا بروی منو میبری. بابا من با اون خیاط رفیق بودم، بهش گفته بودم شوهرم تو بخش پرورش اسبای تیم ملیه. بعد اون وقت تو اینطوری پا شدی اومدی اینجا با بوی ماهی. یه رودخونه سیارم بستی پشت ماشینت. البته از آبی هم داریم. نه آقا نه. حالا نگار من سگر ماهاشو از هم ماها کنه دیگه. اینجا به اندازه کافی به فراغت کشیده میشه. آقا شعبان گفته بریم اونجا سینجین. نگار من چطوره؟ خندید. همسر آینده من چطوره؟ خدا یا چونگه. آه مامان، بابا یکی حوله به من بده. بابا شما خیلی خوبی حوله به من بده. یه حوله به این بدین چایید بنده خدا. برم مامان جون. دست درم اردشیر؟ نه میگم رفتیم اونجا مسواک بزنم؟ رفتیم اونجا دیبیل ها بتراشم؟ ببین یه چیزی بگم همه حالتون میشه با صدای بلند. مرد چه چیز نمیزنه؟ مسواک، سیبیل، کرم همه بشنون. حرفشم نزده موجون. من به سیبیل و مسواک و کرمت چی کار دارم؟ چی کار کنم؟ من میگم رفتیم اونجا، شما حرف نزن. آقا اصلا من نمیام، حوصله‌شم ندارم. خودتون باشین بریم. من نمیام نداریم آقا جون، مگه ما بچه یتیمی؟ یتیم یا دو تیم؟ مگه من چارلی چاپینم اونجا لال بشینم نگاه کنم شما رو؟ نمیام، حوصله ندارم. ما نمیگیم که شما لال بشو که. من میگم شما پاشو بیا اونجا حرفم بزن. یه حرفی ناجور نزن. راست میگه دیگه مامان آقا جون. راست میگه. بدبخت تو انقدر بودی یه کلام واسه حرف زدی تا شب طول میکشید. من حرف زدن بهت یاد دادم، اون وقت من حرف نزنم؟ من نگفتم که، مامان میگه. من گفتم بله. بچه خیر و خوشی نبینی تو. تو یک ساعت داری چشت هی بر من شما برنامه داری ما سرمونه ولی اونور خبرایی آقا جون مثلا نمیاد ما بریم. خدا حافظ. بچه بازی چرا در میاری؟ چرا قرار کردین آقا جون؟
محمد رضا جان، این لپتاپو اینجوری باش بازی میکنی خراب میشه ها. اه راست میگه دیگه، خراب میشه، برای بازی نیست که. من از تو جیبتون افتاده دیگه، ولی چون نرفتید خدا میدونه. کسی که نگفتی؟ نه، وقتی سرم با لپتاپ گرمه چرا باید بگم؟ اگه لپتاپ نبود میگفتم آقای وبال. این چه طرز حرف زدن؟ من پسر خالت هم بزرگتر تو هم، حالا فعلا با این لپتاپ بازی که تو هم مساجر آقا عربشی رو سلام سلام، شب بخیر ایران. عافیت بخیر آقا فرویز. موهاتو همون تو همون خوش میکردی دیگه، حالا میخوای دم عروسی کار دست خودت بدی سرما بخوری؟ قربون مهربونیت برم مامان جون. راست میگه دیگه، ضیافت که ناله سرما هم بخوری دیگه عکست خیلی بد میشه. عکس تو رو بزنن رو پاکت سیگار، بالکل سیگاریا همه ترک میکنن. حتما این را بیا این ماهی رو نگاه کن ببین چجوری دوست داری سرخش بکن. مامان جون من چرا عصبانیه؟ چی شده؟ از آقا جونت بپرس که لچ کرده میگه من نمیام. نمیاد؟ آقا جون نیاد منم نمیام. از ما کجا داریم میریم؟ برای چی داریم میریم؟ من خودم بگم همچه حرفی زدم؟ میگه بیا اونجا بشین یه کلمه حرف نزن. من بیام دیوونم بیام اونجا؟ من میگم اونجا میای حرفی نزن که برای ما بامبول بشی. طرف ما رو بگیر. من شما رو ول میکنم طرف اون رو بگیرم؟ من میام به خاطر این حرفش میام. به یه شرط بده، اگر اونا راست گفتن حرفشون درست بود من دروغ بگو نیستم. خیلی خوب، پس حل دیگه. حل اصلا زندگی که بخواد بر مبنای دروغ استوار باشه من خودم نمیخوام. بریم رادیو. این ماهی نسوزه. ماهی باید برشته باشه مامان جون. آقا جون من ماهی خورده تازه بودا. آقا جون تو صبح تالان سر این ویبرو و ماساژور دل و قلب و پی و دنبه و روده همینجوری میره. آه لباس رو توت کردم گذاشتم اونجا، هر موقع خواستی بپوش. تو که میخواستی امروز با مامان بری فوتبال ممرزا رو تماشا کنی، خب آقا جونم با خودتون میبردین دیگه. این فوتبال دوست داریم بنده خودم یه حالی میگه. دو دقیقه بنود ما بریم فوتبال ممرزا رو نگاه کنیم که دیر شد نرفتیم. آره اونم رفت برای وقت اضافه و پنالتی و پنالتی کشی دیگه. پنالتی که باحاله. آقا اردشی اینو الان این کاری کردم خودش سرطان خاموشه. بابا تو هنوز بلیت گیرت نیومده؟ نه. ای بابا یه نفر آدم بپر همینجا سرا افسریه دامغان من کجاست؟ 400 را کامیون هم زوارت میکنه. آها بعد میرن. برگشتی من بدارم بندازی کنم. من امروز یادم اومد یه برنامه ریختم بکنشم که باید برم دامغان روی پروژه هم کار کنم. اون وقت منه که وقت برنامه مشکل در نخوریم. دیر نمیشه بابا، طایفه پسر هر چقدر دیر برن یه ساعت زود رفتن. خودتون رو سبک نکنی. گفتم زود میایم، فلشم شب زود میخوابه. آخی باباش میخواد بخوابه. ببین من نکن من نکن، مرد در دو حالت میتونه دروغ بگه، یکی به زنش یکی به طایفه زنش. خوابیده یعنی چی به بچه این؟ مگه ما نطقتون تموم شد؟ این آسینه ما بکش کنیم. اکبر مامان چشم آخه داره مادر شوهر میشه، داره تمرین میکنه دیگه. از مادر شوهر خفنا میشه. آقا پرویز منم باید بیام. پس این پروژت داره بابا بجام بیندیر شد وانت هست سوته میز. دو نفر که بیشتر جلو جا نمیشن، هر کی هم که بخواد عقب وانت بشینه باید با لباس قواسی و کپسول اکسیژن بشینه. بعد سسوته ویز. بله سسوته ویز. ماما میشینه پشت فرمون، ممرزا کنارش، آقا جونم اون طرف. خب این از این کاری باهاشون نداریم، میذاریم این طرف. مری رو ویلچر، آقا جون اون پشت، این هم کاری باهاش نداریم، میذاریم اون طرف. من و تقیم با موتور سیکلت الان جلو چشمه، اینها اینم این طرف. خب من چی؟ من انسان نیستم؟ تو هم چکمه بپوش برو عقب پیش مری این طرف. عقب وانت سرده، خیسه. میگم چکمه بپوش. چکمه تا اینجا رو میپوشونه؟ اونجا انقدر عمق داره؟ انقدر این دیگه. نه میخوای من با لباس دامادی چکمه بپوشم؟ هلک و هلک سلام نگار جون. نمیگه یه حرفایی میزنی؟ چرا نمیفهمی؟ عروسی تو که شد اون چکمه پوشم میشه پشت وانت، تو با هم موتور جلو میری. ای تموم شد. دیگه با خرمی
شما در آقا پروین تکلیف خونه چی شد عزیزم؟ با من نادرم، پرویز اینجاست. چی شد آقا؟ چه کردی؟ تکلیف خونه معلومه آقا شمان. ما رفتیم بونگا، خونه رو دیدیم، پسندیدیم، 1,000,000 بیانه دادیم. 4 فروردین هم پولمون رو دوبله از بانک میگیریم، میدیم به یارو، جهاز میبریم، میچینیم، بعد از عروسی هم میریم اونجا زندگی میکنیم. مبارکه. سلامتی. بیا نگار جون، بیا. عروس خانم گل. شما باید سعی کنید تو همون سالای اول به هر طریقی شده قرضی، قسطی، وامی، هر جوری که میدونی باید بری یه خونه بخری. بله. و الا پول از این ور فیشت میاد از اون ور. آقا بد میگه. اصلا جنس پول اینجوریه، از این ور میاد و میره. البته مال ما یه طرفه است، فقط میره. آقا شبو اینقدر برای خونه سخت نگیریم. بابا دوتاشون جوونن، میرن کار میکنن، یه آلونک یه چیزی برای خودشون میخرن. الان شما فکر کنین چند سال من و اردشیر داریم با هم دیگه زندگی میکنیم، هنوز یه خشت خونه از خودمون نداریم. البته ریا نباشم، من خودم عاشق این بدبختی های اردشیرم. چی بگم زبونم؟ منم منظورم اینه که اینا داشته باشن آخه. اگه قرار باشه هر سال اینا از این خونه به اون خونه، از اون خونه به اون خونه، باباشون من برم به کی بگم؟ جهازشون مستهلك میشه. ختم کلام آقا، خونه لازمه. و سلام. بلند شده خودم. حاضری بابا جون؟ بله. آشامون عینکتونو بر نمیداریم؟ عزیزم میبینم. راست میگه بابام، به خاطر خودشون میگه. بابام چهار تا دونه تیر و تخته که این همه داد و بیداد نداره. راست میگه دیگه خاله، برای یه دکمه که نمیه یه کت شلوار بزن. آی بی ادب، به شما چه؟ همون گفتن خاک انداز، شما خودتو وسط بی انداز. نکنه توقع دارین یه قطار جهیزیه براتون ردیف کنیم بیاد دنبالتون، یه قطار هم همینجوری موسیقی زنده همراهی کنه؟ میخوای؟ نه بس کنید دیگه، تو رو خدا آقا شبا میشنوه بدتر میکنه. فامیل خودتونه خب خانوم. چی بود؟ آمپول زد بابا، آمپول زد. بفرمین بشین. آمپول روغنی بود؟ نه پنسیلین بود. بله میدونی؟ مادر بابا چرا اینقدر سرسنگینه؟ امشب اصلا ما رو درست حسابی تحویل نگرفت. بعد پنسیلین والا من نمیتونم، منم داشتم میمدم داشت با نادر حرف میزد، من اومدم دیگه چیزی نگفتم. پس بگو چرا با یه من اصل نمیشه خوردش؟ تو باش حرف زدی؟ سوسو اومدی؟ بابام با من حرف زد. یه شیر نمید من، پاشو دیگه حرف نزن. ببین بابام با من حرف زد. آره؟ آره. اگه تو سوسو اومده باشیم سگ میشم بدجور پاچت رو میگیرم، یه کاری میکنم که دیگه نتونی دمپر من بیای. پرویز جان بس کن. بابا من چه رفیق قدیمیتم، تو که منو میشناسی. ببین اگه یه آنالیزور پیدا شه که کاری کنه ایران آرژانتین رو 6 تا بزنه فینال بخوره به برزیل، تو رو نمیتونه آنالیز کنه. من چجوری باید تو رو بشناسم؟ ببین داداش، بابا کاری ندارم، میخوام برم با آقا شمال صحبت کنم، تکلیفمون رو معلوم کنیم. اینجوری من درسی جان راست میگی دیگه، تو من رو آدم هشته. بابا اومد بشین. ما هنوز حرف هامون مونده، کجا دیدیم میدیم؟ بله. اتفاقا ما هم داشتیم حرف میزدیم با هم دیگه. نفهمیدم درباره چی؟ درباره الی درباره این که ما فقط راه داریم که خونه دار بشیم، اونم اینه که بچه اولمون پنگولو باشه. انشالله. آرزو بر جوانان عیب نیست، ولی ما کلا داشتیم درباره این صحبت میکردیم. آقا جون. آقای شبان خان ببخشید، شما که لیست مهموناتون تغییر نکردید؟ نه.
120 تا خانواده عروسن، 120 هم خانواده داماد. درسته؟ یه 10 تام اضافی گذاشتیم که موقع خدای نکرده کم و کسری چیز پیش نیاد. حالا دیگه هر شرط و شروطی شما داریم بفرمایین رو چشممون. من بدین آقا داماد انگشت بزنه امضا بکن. پرویز اینه با من نادرم اینجاست. من. بدینش. بی مادر این بده ببین. سونا که محاسبه پانکه چه بانکه؟ بنده من خود کنم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم درد که نداشت. نه ممنون ندارد. خیلی. من بوده شما جان. دست شما درد نکنه. مهمونای شهرستان ما گوش کنین عزیز من، سه روز قبل میان. اگه به هر دلیلی این ور اون ور شد من ازتون خسارت میگیرم. بد میگم آقا. نه ببین منم جای تو بودم همین کارو میکردم. آدم آبرو داره. خصوصا جلوی مهمون شهرستانی. آخه دخترش که تو جو پیدا نکرده که انصاف داشته باشین. داداش الان عروسی رو نمیشه بیمه شخص سالس کرد. آخه مگه قرار عروسی این ور اون ور بشه آقا شبون؟ بابا ما پارسال مشغول تدارک عروسی بودیم. خب قضا و قدر باعث شد که اینجوری بشه دیگه. گوش کنی منور خانم، وقتی این آقا پسر شما برای 1,000,000 پول لباس عروس 3 ساعت اینور اونور میکنه، آخرش هم نصفشو چک میده، احتمال همه چیز وجود داره. بعد میگم آقا وجدان اگه دختر شما بود همین کاری میکرد. من حالا که میگی وجدان آقا اردشیر، آقا اینقدر سخت نگیرین آقا شبون. کمکشون کنین خب این بچه ها رو. بذارین پاشم برن تو آلونک خودشون، زیر سقف زندگی خودشون، این دو تا مرغ عشق با هم زندگیشونو بکنن. البته داداش سنی و فیزیکی از گنجشک بودن و مرغ عشق بودنش یه نموره گذشته. زرمان سنشن پاچه هم نگیرم جل مردم. بابا جان وقتی لیلی و مجنون حوث عاشقی زد سرشون با 10 متر پارچه 4 تا میختویله میشدی گوشه یه چادر بزنی. بعد میگم بابا من بگم بابا یه تیکه پی رو مینداختن تو پیسوز یه هفته میسوخت اینجای بردشون، آبم از رودخونه میگرفتن. الان فرق داره آقا جون، الان در عوض یارانه میدن. راست میگه. ببین من از اول میخواستم ساده بگیرم، اما یه حسابی کردم پیش خودم، گفتم آقا اگه دست پایین بگیریم میریم پشت سر ما میگین چی؟ میگین نه چک زدیم نه چونه؟ عروس بردیم مخونه. فرما میگن واقعا میگن. آقا شبون ما که هنوز عروس خانمو نبردیم. ماشالله هزار ماشالله چشمم کف پاش سعی سالم اینجا نشستم. اتفاقا بازم میمونه تو هم چک بزنین هم چونه. به خاطر همینم گفتم که بیاین اینجا. این دفعه یه کسی بمیره، سیل بیاد، شناسنامه گم بشه، زلزله بزنه، از آسمون بیل و کلنگ بباره رو زمین، من هیچ کاری ندارم. عروسی جای خودش. حله؟ حل. بله، عروسی سنجان چه خیالت من؟ امضا کن، انگوش بزن. چشم، همه رو می نویسم. حرف این دفعه به هر دلیلی بیل و کلنگ از آسمان بارید، سیل بارید، دیگه چی بود آشان؟ تبر بارید کسی مرد، این که به ما اصلا ربطی نداره. هوا آلوده بود، کسی مرد، هوا آلوده بود، ترافیک سنگین، این عروسی سر جاش دلار گرون شد، هرچی به هر و به هر دلیل دیگری. خوبه؟ بله. خوبه؟ نه آقا جون همه رو نوشت. مامانم بیم قرص رو بخور، آرام بخشه، آرومت میکنه، راحت میگیری، میخوابی. محمد رضا مسواک چه زدی؟ محمد رضا اینجا نیست. تو آخه رفتی این زیر چیکار کنی؟ آخه بیا بیرون ببینم. نصف شبی صدای من اینجا در نیار آخه. این دست اینو بگیر آخه. بیا بیرون. بیا بیرون. بیا بیرون. بیا بیرون. زدم کشتم نابودت کردم. آقا مزبار بگیر. بیا بیا محمد رضا. پاشو یتیم خوری. پاشو. بیا ببری. نمیخوام. بیا برو مزبار بزن. نمیخوام.
ول کن. مامان مریضا رو ول کن. بیا قرصو بخور. آرام بخشه. آرومت میکنه میگیری میخوابی. بیا. مادر من، حالا برفرض این قرصم من خوردم. از این گلومم رفت پایین. کدوم درد منو تسکین میده ها؟ 10 تا از این قرصام که بخورم هیچ توفیری نه با حال من نمیکنه. شبم که بخوابم صبح بلند شم همین آش با همین کاسه. مامان تا صبح خدا بزرگه یه کاریش میکنیم دیگه. چی کارش میکنیم ها؟ تو بگو چی کارش میکنیم؟ من کپ مرگمو میذارم میگیرم میخوام. دور از جون، صبح که پاشدیم میزنیم بیرون، میریم دنبال خونه. خب مامان بقیه مردم اگه چی کار میکنن؟ بقیه مردم اگه در شرایط ما قرار بگیرن سکته میکنن، بعد یه عمر میرن کنار جدابادشون راحت آسوده میگیرن میخوابن. وا مامان زبونتو گاز بگیر. اولا ما تو دوم سوم اینجا وقت داریم، بعدش هم وسیلامونو جمع میکنیم میذاریم یه گوشه ای، خودمونم میریم یه گوشه دیگه. دیگه همین وسیلامونو میذاریم یه گوشه ای، 4 تا مهمونم که اومد اونا رو میذاریم یه گوشه ای، وقت اینجوری خونه پیدا میشه. این یه قرون دوزارم که گذاشتیم برای خرج کادو و لباس و کوفت و زهرما رو کلی خرج اضافه، اینم به باد فنا رفته راحت آسوده. و خونه چی میشه؟ آقا شبونم که فهمیدی چی گفت. وقت ما چجوری باید خونه پیدا بکنی؟ من تعجبم که تو چجوری دانشجوی کاربرد ریاضی شدی. مامان ریاضی کاربردی؟ حالا هر کوفتی که هست به من چه مربوطه؟ حالا من یه خورده وسیله دارم ببرم بزنم بوفه. اون بی مادرم از تو دستشویی ورش تا بیار بیرون بگیره به کپه. خیلی خوب. بیا بیرون. زهر در بیدی دوا درمون زهر. بگی به کپ بخواب دیگه. قرار اون این بود که هر چی میشه به هم بگیم، اونی هم که میزنه زیرش شام ببره بیرون. نبود؟ منم حرفی ندارم. روز سوم چهارم عید براتون میدارم میبرم اتون 4 سیخ کباب کوبیدم بهتون میدم. باشه چشم، ولی دیگه نمیتونیم برگردیم. چرا؟ برای اینکه سرایدار جدید میخوام بیارن. خب تا بوده همین بوده دیگه. نو که اومد به بازار کهنه میشه دلازار. ما هم که اومدیم اینجا همون روز یه جمع کردن رفتن. غیر از این میکرد درست بشه، ولی اگه درست نشه ما باید درستش کنیم. متوجه شدی؟ حرف حساب من اینه. چرا به من نگفتی؟ فکر کردی اوزام اینجوری و علیل شدم دیگه کارایی ندارم؟ نتونستم بگم. پرویز میدونه؟ فقط مهری همه چیزو فهمیده. نذارید پرویز بفهمه. بنزی کافی اوضاع زندگیش به خاطر وضعیت ما چپندر قیچی هستش. دیگه نمیخوام مراسمش به خاطر این قضیه عقب بیفته. خب مگه ما 3 تا بچه دیگه نداریم؟ بالاخره بعد بر اونا عروسی بگیریم یا نه؟ خب بالاخره خونه چی میشه؟ ها؟ این فکرها داره منو داغونم میکنه. خدا بزرگه، اینقدر ناشکری نکن. بابا ما یه عمر با آبرو زندگی کردیم، از این به بعدم خوب خدا کمک میکنه یه کارش میکنیم. فقط به این مهره بگو دهن لقی نکنه. نظر پرده به مهری بود بیاد جمعش کنه. به پرویز هم چیزی نگه. $6 میلیون بانک الان 12 میلیون این 6 میلیون دوباره شده. چرا نخوابیدین؟
به خاطر اینکه داداش پرویز بیخوابی زده به کلش. داداش پرویز بیخوابی زده به کلش، شما چرا نخوابیدی؟ خب ما برای اینکه همه چیه عروسیش روی حساب کتاب باشه داریم اینجا وامشو محاسبه میکنیم. تو اند محاسبت اینه که بیسکویت چقدر نگه داری تو چایی که فقط نرم شه. آخه تو چی رو داری برای من محاسبه میکنی؟ بابا چرا میخوابی؟ راست میگه دیگه، درست حساب کرده آقا پرویز. نگاه کنین اینجا، البته جلو مهری خانم که خودشون استاد ریاضی هم بده من حرف بزنم. تو حرف نزن، دهن تو ببرم. نه این یه تیکر بگم، نگاه کنین 6 تا گذاشتیم بانک، دوبلش میشه 12 بهتون میدم. الان که نه، 4 فروردین. خب همون 4 از روی اون 12 میلیون شما باید 9 تومنشو به اضافه اون 1 تومنی که طلب داری میشه 10 تومن بدی برای پول پیش خونه، میمونه چند تا؟ 3. خب از همون 3 تومن هم 1 تومن چی میشه؟ میشه مابقی لباس عروس، گل عروس، دست گل شو، خونچی عقد. 2 میلیون مانده، 1 میلیون. خب خونه جدید وسیله نمیخواد؟ تلویزیون و سرویس خوابو که مامان گفته من جا کادو میدم، یه بقیهش هم یه خود خرتوپر دیگه، حالا یه کارش میکنیم. این خونه این طرف، برای عروسی هم از فردا میزنیم تو کار ماهی، خدام کرم کنه دم عیدم هست 3-4 میلیون الان کاسبیم. این هم چی میذاریم اینجا این طرف، بقیهش هم میمونه میز و صندلی و میوه و کیک و شیرینی که اونا رو هم میذاریم کجا؟ اینجا، این طرف جلو چشم. خب این که جلو چشتونه 250 نفره، بعدم گل و عاقد و عکاس و ماشین عروس و اینا رو میخواین کدوم ورتون بذارین؟ اونا رو میذارم پشتم. با این وضع و اوضاع من یکی دور عروسی رو خط میکشم تمام. اتفاقا عروسی رو باید گرفت، فقط باید جنم داشته باشید، باج ندی مثل من. شما که خودزنی کردی آقا پرویز. خوب کاری کردم. ببین که دارم بهت میگم، یادداشت کن الان. نه نمیخوام، گوش کن. تو همین مدرسه یه عروسی میگیرم که دهن همه باز بمونه، همون نادر بره تو کفتن برای من نیاد، برام کفایت میکنه. برادر زن خیلی مهمه. اصلا داماد باید رابطه خوبی با برادر زن یا برادر زناش داشته باشه. من اگه از یارو خوشم نیومد به خاطر اینکه الان دامادو باید حلوا حلوا کرد، داماد دیگه نیستش که، اصلا وجود نداره اصلا. حالا من موندم اگه بارون بیاد با این همه مهمون چه گلی به سرمون بگیری. هیچی، خب میاریمشون توی کلاس، براشون کلاس هم میذاریم. همه چی همه شوخی شده دیگه. آره خب دیگه بگیریم بخوابیم، صبح بیدار کردن شما دوتا مکافاته. اون تخترم بکن. چشم شب بخیر. شب بخیر. الان نه، میره تو حلقوم ما. چشم. شما اصلا نگران عروسی نباشین، عروسی اصلا خودش کاراش حل میشه، همینجوری میره جلو راحت. نمیخوای بخوابی؟ چرا؟ خب چرا آقا خاموش؟ چشم، شب بخیر. اون پنجره رو به من زنهریش. چشم. مامان خوب بود؟ آره، برای همین گیر و گورای عروسی دیگه سخته. یه عروسی بگیرم کیف کنم. داداش آدم روزای قبل عروسی تب و تابشو داره، درسته؟ بعد از انگار داری دوباره متولی یه زندگی دیگه از جدیده. بعد اون وقت سختیاش چی؟ قابل هضم هست؟ قابل درک هست؟ بله، آدم وقتی خودش یه چیزی رو میخواد میتونه کوه هم جا به جا کنه. من رو میخوام. بعد مثلا اگه بله ماما. مادر بیا برو بگی بخواب، فردا صبح زود باید بلنشی باباتو ببریم فیزیوتراپی. چشم، بله میام. شبت بخیر داداش. برو بگی بخواب. برو بگی بخواب، شب بخیر. شب بخیر، شب بخیر. برو بخواب دیگه. چشم. زگیر. چی داشتی میگفتی؟ هیچی ماما، حرف میزدیم. چیزی که بهش نگفتی؟ نه به جون تو. برو بگی بخواب. شب بخیر.
خانم سید شریف برید تو کلاس ببینم. نگران نباش عزیزم، خدا بزرگ حل میشه. سلام آقا، یه شارژ دو تومانی میدین؟ جانم جایی میری؟ موتور منه. اه او وا نون میم واو هی یه اینا الفات خوبه ها. ببخش سال خوبی داشته باش. بودو بودو ماهی خب این دوتا برای شما چند تا میخواد؟ گرفتاره خوش و حواس درست حسابی هم که نداره. خوام برن از اینجا بکنم. آره برمیشه بوده نمسوخ برش. از فردا مدرسه تعطیل میشه. تلفنمو که داری؟ کار داشتی به هم زنگ بزن. معلوم نیست که عید تهران باشم یا نباشم. یعنی ما دیگه شما رو نمیبینی؟ چرا؟ مدرسه باز میشه انشالله جا به جا میشه میریم میبینیم. منظورم اینه که شما محبت بکنی به این سرایدار جدید که داره میاد، بهش بگین که ما میخواییم اینجا عروسی رو بگیریم، بعدم خودتون افتخار بدین تشریف بیاری. تا موقع سعی میکنم بیا. انشالله میخواییم یه عروسی خوب برگزار کنی دیگه. میخواستیم خوب برگزار کنیم ولی خب نشد. شب خواستگاری یه حرفایی بین ما خانواده‌ها رد و بدل شد که تلویزیون و سرویس خواب رو ما بگیریم. خب پرویزم خوشحال بود از اینکه داره داماد میشه. منم که خب 5 میلیون که بیشتر نداشتم، پس انداز کرده بودم برای عروسی پسره. شما فکر کنید من اگه کلی هم پول بخوام بذارم رو این یا آلونکم بخوام اجاره بکنم، خب دیگه چیزی برای عروسی نمیمونه که. حالا آقا پرویز چی میگه؟ حالا آقا پرویز اگه بفهمه که دق. من که الان تلفن از این سرایدار جدید ندارم. با هم در تماسیم. اگه لازم باشه یه دستخطم براتون می‌نویسم می‌گذارم بدین بهش. انشالله خدا بزرگ. در بزرگیش که شکی نیست. ولی خب از ما واجب‌ترم هست، اونم دم عیدی.
خدا هم که سر شلوغ دیگه به ما نمیرسی. خانم اینجا باز؟ اینجا خیلی واجب نیست. کارتونو که انجام دادین بعدا زحمت اینجا رو بکشین. خیلی شروع میکنیم کارتونو. ما انشالله از سر بورد شروع میکنیم قبل از سیزه فیصله پیدا کنیم. خب اتاق سرایداری هم اندازه گرفتی اوستا؟ ما طبق موازی پیش میریم که انشالله 12 فروردین اینجا فیصله پیدا کنیم. انشالله. نقاشی داریم؟ آره دیگه سخت بالا رو که تو برف و بارون ریخته بود بنایی کنیم نقاشی هم بود. بکنیم؟ ببخش چه کنیم آزگاه میکنیم؟ اولیای مدرسه گفتن که توی تعطیلات بنایی کنیم نقاشی هم بود. همه کلاس ها رو میخوایی نقاشی کنیم؟ همه کلاس ها. پس یعنی تا 13 به در میخواد نقاشی بشه اینجا؟ وقت اتاق سرایداری چی میشه؟ خب اتاق سرایداری هم گفتم این بنده خدایی که میاد بچه کوچیک داره اونجا رو حالا که اومدن یه نقاشی کنن دیگه. خانم جلیل پور من اونجا رو تازه خون تکونی کردم، تمام زار و زندگی من میشه رنگ خالی. من که نمیتونم الان پنگ کردم دوباره جمع بکنم که. الانو که نگفتم، اون بنده خدام دوم سوم عید میاد، تا موقع انشالله جا به جا شدی. وقتی که اونجا خالی بود گفتم، الان که نمیتونم. خانم ما دیگه کارم تموم شد، وایزت میبریم میری. انشالله اول باش تشریف میاریم دیگه. بله صد درصد انشالله انشالله. متشکرم. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. تو عمرم این همه خبر بد شنیده بودم، این یکی خبر دیگه واقعا داره منو داغونم میکنه. اینقدر بدبین نباش به زندگی. مهم اینه که ماها همدیگر رو دوست داشته باشیم، اون موقع همه چیز حل میشه. حالا بیا با من بیا ببین تو حیات چه خبره. میدونی سال داره تموم میشه و ما باید از زحمات همه عزیزانی که برامون تو این سال تحصیلی زحمت کشیدن تشکر و قدردانی کنیم. از جمله آقای صدیق شریف به استفاده. چقدر دوستش دارید دست بزنید تا خستگی این سالها فهمه با سرش در بیاد. به احتمال خانم صدیق شریف. مبارک باشه. گریه نداره که، دنیا که به آخر نرسیده. خدا بزرگه. ببین اگه گریه کنی منم گریه میکنم. البته یه چیزی بهتون بگم ها،
این مردا آها دیگه نسلشون اونقدره زیاده. می بابا میوه که دیگه دست و دل بازی نیست، باید ببینیم فردا کادو برام چی گرفتی. کادو رو که من از حالا نمیگم که، فردا رونمایی میکنم. فقط جون من جلوی دایی بابام اینا زایه بازی در نیاری، آبرون میره. خب من زایه نه بگو بابا، من زایه نه نیستی. چشم کفه باد پوست پیانسیان، میخوای میز اوتو رو بیارم همینجا دمپر ما بشینه اوتو کنی؟ نه نه، شب بخیر، شب بخیر نگاه جون. ببین یه کادو واسهت میخرم، بیر بلا برازندت، همه کفشون ببره بگم آخه تو چجوری مخ منو زدی؟ پرویز باورت میشه چند شب دیگه اینجا کلی مهمون داریم، بعد اون وقت من لباس عروسی پوشیدم از وسط مهمونا رد میشم تو هم با لباس دمادی میای؟ راستی تو دیگه رژیم و ورزش و همه چی دیگه ول کردی دیگه، واسه کت شلوارت میگم. نه رژیم که سر جاشه، فقط چون تو رژیمم شیر داره وقتی میخورم بخوام بدوام مثل مشک اینجوری تکون تکون میخوره، تبدیل به کره و خامه میشه، اینه که بطن چاق میکنه، واسه همین ورزش فعلا میقیانی رو دارم. من فکر کردم داری جدی حرف میزنی. از وقتی که روزگار سر شوخی رو با من با کرد من هم دیگه زیاد جدیش نمیگیرم. آخه کی بعد مسواک میاد موتور رو چچک کنه؟ شب بخیر، میوه میخوریم. برمه برمه کجا میری؟ این منه زنمو پرویز. جونتان پرویز، زندگی مشترکمونه که شوخی نگرفتی. این چه حرفیه؟ نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. من یه نموره جوزی نگران این خرج و مخارج عروسی هم که به فلاکت کشیده نشه. نه بابا حالا ناراحت نباش، همیشه تو پاتختی اینا رسمه، یه سری طلا و سکه و کادو این چیزا همیشه جمع میشه دیگه، حالا ایشالله درست میشه اینا. آره خب اگه دو سال پیش ازدواج میکردیم که نفری یه سکه میدادن، آره حرف درست بود. اگه پارسال عروسی میگرفتیم که نفری نیم سکه میدادن، بازم حرف درست بود. حتی اگه شش ماه پیش عروسی میگرفتیم که نفری یه ربع سکه میدادن، بازم حرف درست بود. ما بخواییم عروسی کنیم کارت صد آفرین هم نمیدم. آخه کی این وقتی شب میاد فوتبال بازی میکنه منو سگ میکنی بیام پاچه تو بگیرم؟ برو تو سرما میخونی؟ بازی میکنم گرم میشم. بیا بیا من یه پولی بهت بدم، فردا هرچی خواستی واسه خودت بخواه برو بگیم بخواه. امون آدر میخوره، امون آدر تناب ما فیدا کنه خودش حلقا ویزون کنه. خودش گفت وقتی آبجی نگار بودانش برمیزه داشتم با هم دیگه حرف میزدن، تو برو سیری ششون شد. خب بعدن هر وقتم خواستم بفرستن دنبال نخوتسی ها تو نرو، در عوض من یه پولی بهت میدم، تو برو هرچی خواستی بخر. تو چه زانه ای؟ بیا منو بوس کن، برو بگی بخواب شب بخیر. من فعلا اینجا هستم. بعد تو چی سر میدی که من خوش شده؟ چی؟ چی سر میدی که من خوش شده ایچم؟ بفرمو یه سر آرام تن. آخه این داداش تو داری بهم چی گفته به بچه؟ چش خیلی هم خوبه، گله. ها گله، فقط قبل اینکه بره تو دروازه داور پرچم رو زده آفساید. دیدی حلال زاده است، من دیگه باید برم. نشد ما یه دفعه بتونیم دوده بدون سرخر با هم حرف بزنیم. نگار یه چیزی میخوام ازت بپرسم، جوابش خیلی برام مهمه. چی شد که عاشق من شدی؟ حواسم نبود. حواست جمع کردی؟ بیا بریم بیا بریم، برای این در میشکنه جا میاد. اومدم بابا اومدم. جان اکبر،
تو تا حالا خاطرخواه شدی؟ مگه من انسان نیستم؟ منتها همیشه یه جوری رفتار کردم که دیگرون خاطرخواه بشن. تا حالا کسی هم خاطرخواه شده؟ نه. نه؟ نه. نه، منظورم اینه که اگه آدم یه چیزی رو تو زندگیش خیلی دوست داشته باشه، همه یه سختی های زندگی براش قابل تحمل میشه. اونو که میدونم. نه، تو تجربهشو نداشته باشی نمیدونی. نه. میگم دارم، حتما دارم دیگه. تجربه کردم، حس کردم، لمس کردم. پس چرا تو رو نگفته بودی؟ پیش نیومده بود. حالا از بودنش راضی؟ نه. نه؟ نه، منظورم اینه که اگه یه خورده پول داشتم میتونستم خرجش کنم، باهاش برم تو خیابون راه برم، خیلی کیف میکردم. حالا به خاله اینا گفتی؟ نه دیگه، اونا الان دست و بالشون خالیه. میخوای دماغش رو عمل کنی؟ آره؟ ببین اگه دماغش گوشتی باشه فایده نداره، دوباره بر میگرد. مگه کشتیه که دماغه داشته باشه؟ کجای موتور دماغش من تا حالا نمیدونستم؟ چی؟ یه دوتا کمک میخواد، دوتا لاستیک، دوتا لنت. اینا رو که خرجش بکنم ها میشه عروسک، هر کی تو خیابون ببینه کیف میکنه. بعد بشه پرویز، نمیخوابی؟ نه. نه؟ نه، یعنی بعضی وقتا دلم میخواست از مخ بری بودم. مثل تو با خیال راحت آسوده سرمو میذاشتم تخت میرفتم میخوابیدم. فردا مثل که پنجشنبه است. پرویز به خدا هر جا رو میشناختم و نمیشناختم هم سر زدم هم سپردم. راست میگه آقا پرویز، وقتی نیست نیست دیگه. هست، خوبش هم هست. پول ما جور نیست. بدبختی اینه که فقط همین دو سه روزم هم وقت کاسبیه. وگرنه همه چی رو بهم کردم، خودم میچسبیدم پشتش، خونه رو پیدا میکردم. فردا هم حالا من هر جا دیدم، من که به همه شماره دادم، بازم بهشون میسپرم. ببین کیه، شاید نمیده خونه باشم. آنچه آقایان در انتظارش بودن، تور هیجان انگیز نوروزی. عمرن توری هیجان انگیز تر از نوروز ما کسی داشته باشه. اکبر، بپچه را خاموش کن. بپچه را خاموش کن. من میده گیرت نیمده؟ نه. نه؟ بابا یه نفر آدم بپر سرا افسریه، مگه دامغان کجاست؟ 4 ساعت راست اینجا واسه کامیون هم میبرتت. بعد میرن. فکرم دمه ای چلوغ میشه، ولی خوب رسیدی، ما هنوز نیومدم. چاره ای هم نداشتی مادر. بالاخره بابا تو دکتر باید دست پاشو ببینه، ببینه جوش خورده یا نه. مگه نه ایام عیده بود، دکتر کجا بود؟ باید ما بود و دکتر بود. آره. حالا هم که زود رسیدی میگم یه گشت تو این پارک بزنیم، چقدر قشنگی. بعدم میگیم برید بابا، برید. من مرز رادیو یه تالت دکتر بیاد وقت داریم. رادیو فنرم بود پارک، من مرز عرضش گلدونه نگاه چقدر قشنگه. اسم گلا چیه منابن؟ اسم گلا سینره‌ایه. سینره‌ای قشنگه، ولی سه روز بیشتر مهمون بید بهتره که نکنید. بلش اینقدر اون نخود رو تو شکمت نریز، باد میکنی بچه. بابا چاق هم نمی کنه. چاق نمی کنه، ولی رودل که میکنه که نکن دیگه. اون بونگایی که میگفت یادم منصفی، همین بغل بیه یه سر بهش بزنیم دیگه وقت داریم. قربونت برم، ما باید بریم تو محل خودمون خونه بگیریم، اینجا به درد ما نمیخوریم. خوشا آشنایی چیزی داشته باشه، زهر نمی کنیم که. امشب شب عیده، دو روز بیشم فرصت نداریم. نفرمایید، نفرمایید. راست میگه مهری، یه بونگایی اینجا هست، میگه بریم یه سری بزنیم، ضرر نداره. منو مهری بریم، شما با ما میایی ببینیم چی داره چی نداره. ها اونم بعد ثواب داره، من با این وضعیتم بیام اونورا خیابون، شما برید ما جاست دیگه. برید شما. خب 2 دقیقه میریم میبینیم برمیگردیم. من نمیتونم، شما ببینید اینا رو ما دیدیم. بفرمایید. خیلی خب، پس مواظب محمد رضا باش. مادر از بغل دست بابا جم نمیزنی. ما همین 2 قدم میریم تا این بونگایی برمیگردیم. بیا مهری. خداحافظ. خودتون باشید. خداحافظ. بابا جانم، یه سوال مردونه بپرسم؟ میگم بابا مردونه باشه جوابشو میدم.
عیدی رو حتما باید بعد سال تحویل داد. عیدی اسمش روشه، عید چه میشه میدم به طرف. آخه به کارمندا زودتر عیدی میدم. به این بندگان آخه یه پولی میدن، آخر سال یه لب خندونی داشته باشن. جدی نگی بابا. بابا هم پس میتونن به بچه هاشون یه عیدی میتونن عیدی بدن بشه که نپرن خود چی بگیرن شکم چه خور کنن. بابا نخود چی اینقدر داره، نه سیرم میگونه، نه سر دلمو میگیره، نه دلمو درد میگیره. اینقدره ولی وقتی یه خربه بخوری اینقدر میشه. یه پولی بهت میدن، میپری از اون دکی یه چیزی میگیری تر دلتو بگیره. گوش کن، یه دونه جدول تاریخ گذاشتن میگیری به شرطی که مامان نه. من دهن لقتم نیستی؟ بزن بقید داشت هم برو بگی برو بگی اگه دوتا داد دوتا مجله بگی. آقا بکشم کاریکاتورت خوب در میاد. کاریکاتور منو بکشی؟ آره. من خودم عکسمو یه جا میبرم خیال میکنن کاریکاتوره. زحمت نمیخواد بکشی برو پول رو کنم فرست. پول میخوای بگیری؟ ارزو میدی. ببین ما خودمون ایسکا بگیریم یه تک دوزنی رو هوا میزنیم. ببین واسه تبلیغات خودم پول نمیخواد؟ واسه تبلیغات همکاری میکنی؟ اینجا بیان؟ آره اینجا بیان. خیلی بشین بکش بشین بکش واسه تبلیغات مشکل نداره. فقط تکون نخور. بعد جور میخواره شما تکون بشون نگه. اینجا رو بکشی آه. میگشم. فیس در اختیار شما. هسته. میخواره آه. میخواره. تکون. بابا ببین چی میخواد بهش بده بده. از کدوم ها میخواد؟ این فشفشه هایی که آتیش میزنی میره هوا بعدن پخش میشه داری؟ داره ولی اینجا نه به اونه جیر میدن. بابا جیر ببر همونجا بهش بده بده دیگه. از اینا نمیده؟ ببین تو تیر کردی به من یه چیز بفتشی. من خودم حالیمه بعدشم شاگرد اولم هستم. داری بده نداری هم نده. دارم تو اون ساختمونه قایم کردم نگیرن. میخوای بریم اونجا بهت بدم؟ بریم بده. میخوای؟ بریم. فقط ببین دور که نیستش. نه بودو بیا دور. بودو بیا. آره بیا تو. یه تمام بهنه دادن هشتم عروسیشه؟ بله بله آقای پرویز صدیق شریف. بله بله خیلی خوش اومده. خیلی ممنون. مشکلی پیش اومده؟ نه هیچ مشکلی پیش نمیاده. اومدیم خدمتتون که اگه ممکنه یه خونه هم برای خود ما پیدا بکنه. خواهش میکنم. دو نفر؟ نه پنج نفر. پنج نفر. دو خواب بخوام باشه؟ دو خواب که والا ما الان توی یه شرایطی نیستیم که خواب به چشممون بره. بله یه خونه کوچیک موچیک هم که بود برای ما کافیه. بله ما اصلا خواب نداریم، همین به زور گلگاف زبون و قرص یه چورتی میزنیم دیگه. اوضاعمون زیاد خوب نیست. معاینات چقدر میخوام باشه؟ بله دیگه اگه خیلی هم بخوایم خودمونو بتکنیم 600-700 میتونیم بدیم. بله چشم. علی آقا بی زحمت دوتا چایی برای خانم بیارین. زحمت نکشیم. خواهش میکنم. خانم صدیق شریف ما دو نسل بنگاهی بودیم. هر نوع خونه هم که بخواین داریم. از ماهی 300 بگیر برو بالا. خدا خیرتون بده. خواهش میکنم. شاید امروز هم قسمت بود که ما خدمت شما برسیم. دیدی بهت گفتم. 30 سال ساخت. یه خوابه 300. 30 سال ساخت. خب. مادر جون خب بالاخره آدمی زاده دیگه. یه موقع هم خواستیم بخوابیم. خب ما دو خوابه 600 داریم. ایف نداره مادر، یکشم میذاریم برای محمد رضا. دو خواب لاغر بری بچه توش بازی بکنه، استقلال داشته باشه، دست شما درد نکنه. دو خواب خیلی ممنون. دو خواب بله، اتفاقا نزدیک خونه پسراتون هم هست. چه عالی، خیلی خوب شد. اون وقت این خالیه؟ اگه پول پیشیشو بدین تخلیه میکنم شما فردا برو جاش. نه نه نمیخواد، ما دو روز فرصت داریم دیگه. چی شده مادر دو روز فرصت داری؟ چش برگردونی دو روز تموم شده. نه آقا
ببخشید ببینید این پول پیشش چقدر میشه؟ 30 تومن. 30 تومن؟ بله. خب خیلی عالی. 30 میلیون. 30 میلیون؟ بله. نه آقا 30 میلیون که من ندارم. آقا من اگه 30 میلیون داشتم که میرفتم خونه پیش خرید میکردم. نه آقا با کیف ما سازگار نیست. ببخشید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. آقا تکون نخور دیگه. بچه هم دیر کردم نگرانشم. چی تکون نخور؟ 2 دقیقه صبر کنی همین تمام بشه. من نگاه کن. من نگاه کن. آه 2 دقیقه تمومه؟ آره 2 دقیقه تمومه. اون بکش. من نگاه اینجا کجاست؟ بیا تو. باشه. دست اینا که اینجاه؟ آرس. باشه بابا باشه. این وره یا این ور؟ بیا اینجا. خیلی خوب شاگه دبل از اینا میخوای. آره چند تا؟ اینقدر پول دارم بقیهش هم باید مجله بخرم. ببین کل پولت 5 تا از اینا میشه. 4 تا به این بده بقیهش بخرم. یاده نره چی گفتم ها؟ تو گوشت رو باز کن. بابا منتظره. منم میدونم منتظره. بیزایی میره بعد با هم میریم. من که نمیخوام شب اینجا بخوابم. کلی سرمایه و جنس ایفتی اینجا. نوکرتم. فقط سال تحویلی. دیر نخوابی صبح دیر از خواب پاشی اینجا رو بسپوری به امان خدا. ببین جاروش میکنن میبرن ها. فهمیدی چی گفتم؟ فرم بره اینجا رو وله میکنم. خیالت راحت. ببینیم و تعریف کنیم. اینجا به درد ما نمیخوره که اصلا. بابا محمد رضا کو رفته از اون دکی یه چیزی بگیره. برو مادر برو صداش بزن بگو دکتر دیر میشه هم بودو. خونه چی شد منور؟ اردشی سرسام آوری. نخورن این پولا رو واقعا. ببینم فلج سر گرفتی. خب منو نگاه کن حرف بزن. دوستا داره نقاشی میکشه. حواسو پرت نکن دیگه. بکش آخراش شد. همون نشد؟ خوش دود کردنم ها. آها آخه راحت باش. دست شما در نکنه. این خودت شده. این که نه کلاش این رنگی نه کتش این رنگی. سیاسفی داری. آه همه جا رو دیم ممر رضا نبود. خدا مرکم بده. کجا گذاشته رفته؟ شلوغش چرا میکنه؟ همون بغل دکستش دیگه. خب میگم همه جا رو دیدم نبود. رفتی اونجا حواست پرت خوراکی ها شده. برو بگرد بادم. ای داد خدا منو مرکم بده. کار خودتو کردی؟ آقا کجا؟ پول بچه‌م میگم دوباره بچه‌م میگم پول چه تبلیغاتی بوده؟ همین که پول نمیگیرم خدا رو شکر کن. آقا زحمت کشیدم. بی خود کشیدی.
یا گلف یا گلف فرقی نمی کنه شاید افر مهم اینه شما اینجا این چیزی هم نمی دونید یک تو خونده به نظر می زنن تا که قربونت برم اینا همش آخه قرمزه این قرمزتره اینو این یه لحظه ببخشید اجازه ببخشید خانم جانم آبجی بگو کدوم اینو این قرمزه نه با تو نیستم بگو چیه چرا صدا ناراحته آه اینقدر این بر اونور کرده ای بیا گوشیم افتاد توش همون قرمزه رو میخوای دیگه اونو بر ندار اون گوشی خورده تو سرش به درد نمیخوره مامان جان یکی دیگر رو انتخاب کن خانم جان گوشی من خراب شد ماهیه که ضربه مغزی نشده چه بهشونم بر میخوره شماره مهریه داری؟ آره غلط کردی برای چی داری؟ بگیرش بگیرش تا بعدا سکشم پاچت رو بگیرم آقا ماهیه چنده؟ آقا قربونت این کیسه این توری هر کدوم میخوای خودت انتخاب کن قرمز آبی سبز بنفش نارنجی چی جان خودش داره زنگ میخوره ولی رفت یک چای بابا ببینم وا چیه جانم چشم گفه باید موسه پیاد چه آبجی بگو واسه چی کجا هر 365 روز یه بار عیده الان 5 ساعت مونده به سال تعویض تازه عیدی رو حساب نکردم 8 بگی بریم نه 8 شومن شما نه 12 من 11 و 700 به بالا داری پول زور میگیری دیگه جونم داداش چشم رو چشم اومدم خداحافظ چی شد؟ آقا ببخشید یک کاری پیش اومده بپر پایین کرایش هم 6 شومنه من دروغ گفتم بابا بابا بویک چی شد آقا جون یکی همین دور و برا داره دنبالش میگردن زنگ بزن به مهری زنگ بزن به مهری کجا رفته که گم شده بابا یکی داشت بوده از من کاریکاتور نقاشی میکشید بعد همین اومد اینجا روزنامه بگرفت چی بگیرم اون نداشت نکشید گوشیش هم که دست شما گوشیش دست من داد گم نکشید زنگ نزن بابا زنگ نزن گوشیش اینجا گوشیش اینجا آقا جون مامان و مهری کجا بودن رفته بودن این بنگا خونه ببینن خونه برای چی بابا این دو سه روز دیگه بعد مدرسه رو تخلیه کنیم سر اداره جدید میخواد بیاد دیگه چرا به من نگفتین من تازه فهمیدم بابا الان دمپر عروسی به تو بگیم چی بشه نگردیم بچه رو بده کنیم چی شد ماما جان قربون رو اشکاش برم من یه طوری حرف بزن من بفهمم چی داری میگی بابا چنه اینجوری میکنی مادر من مثل قضیه سرایدار جدیده بازم میخواییم هم نگین میگه همه جا رو گشتیم آب شده رفته تو زمین حرفا کدومه مامان جون من حتما یه گوشه هشتر پشتر شده همین دورو براز اگه بلایی سرشون خواهی زنگ بزنم به پلیس حاضر نکرده تو همیتون تقیمه توقی میخوری در میاره زنگ بزنم به پلیس بذار خودمون بگردیم اگه پیدا نشد نه اینقدر قد داشت چی شده؟ اگه میخوایی دقیق و واضح بفهمی چی شده مامان برای توضیح میده ماشینم جا به جا کنی مامان چی شده؟ جدی میگی؟ کجا؟ کی؟ ما الان حالی شد مامان چی گفت؟ بگر پیدا شد اینو شده جدی بگر میمونه برای اومد بگر اومد بگر برو این برو ببینم جدی میگی یه وزب قد داره در بودم چی شد؟ چی شد مادر؟
بابا اینا همه هشتر پشتر هم اینجا اصلا جواب دارم سه سایی ما آدم نمیدن شبه ای در از مگاره به این راحتی ها پیدا رو جنبان شروع کلونه میخواین مشخصش رو بزنیم که هرکی پیداش کرد مجدگونی میگیره بابا بدم کن تو همه این حرفا رو بر من میزنی اکبر من اگه این کاره ای بودم حتما یه دکترای افتخاری مغز و اعصاب به تو میدادم چون بدون بیهوشی میتونی نفوذ کنی تو اعماق مخ آدم آخه اون دستبنده مشخص خواهد بدیم کلیده کیفه انگشتره آقا پرویز راست میگه دیگه آگهی نمیخواد که الان همه همون پخش میشیم میگردیم من خودم قول میدم اگه زیر سنگم باشه پیداش دست برخون بابا زیر سنگم باشه دفعه آخر باشو تو من عرضه داری؟ تو اگه پیدا کن بودی که یه بیلیت اتوبوس دانگا برای خودت پیدا میکردی آفرین اکبر آفرین همین رو بگو نوکرت هم داداش یه نفر آدم بپر سرا افسری راما من کجا چهار ساعت را کامیون هم میبرده کامیون نه چرا؟ ها بعد میرن من برم اینجا بپر دلفه آخر باشو بابا برای چی باید بخندم؟ بابا چون کنار دیگه؟ عیده بخندیه داشته عیده چه تمام کلام دو گرچه بچه هم گم شده بخندم بابا گم کنار بگیرم بچه هم گم شده؟ بچه هم گم شده بچه هم هک سالش بود من یه بچه اینجا دیدم لباسی تنش بود لباس شلوار تنش بود با همه شلوار دوشم مردسه منور منور فردیس بیان اینجا بیان بیان یا بیا باش اینجا بابا این میگه من مرزو چیزنش بود چی تنش بود؟ مرزه چی تنش بود؟ بگو بگی؟ لباسه یه پیرن زیرش پوشن و یه جاکت هم روش چهار تا خرد هم روش آگه بود من چه میدونم؟ میخواست مجله بخره ترقه کدومه؟ به اون میاد هر چیزی بخره مهری خانم راست میگه آقا یه حاجی فیروز انسانی یه روزه شما آدمی با این مشخصات دیدی یا نه دیدی؟ یکی بود میخواست ترقه بخره یعنی قدی هم اومد میشه من با بچه هم برستادم اون ساختمون نیمه کاره با بچه تو؟ آکی بره بهش میاده دیگه اونجاست برو حالا شاید این باشه بیا 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 خونه ها توی بچه کدوم خونه هست؟ کدوم خونه هست؟ ساختمون خواره و خرابه بود که دارم میسازنش این؟ آره آره مادرش این؟ من برسته من برسته این که چی داری؟ من برسته این که چی داری؟ من برسته این که چی داری؟ یا آقا جو دلاری من پیش برده بشم من برم بهش بده بگیرم ای داده بر من تو چه کار میکنی؟ چی قفلش کرد؟ صاحب ملک داشت میرفت قفل کرد خب شما دیدین اون وقتی چی نگفت بودم ما فقط رفتن لولی اکبر برمی کلان بودیم موقعی که داشت میرفت یه هاشتی هوشتی که در نبنده اگه میگفتم که داشت کردن این راست بیا آقا تقصیر من شو بردم اینجا بهش ترقه تو غلط کردی این آورده ای آقا اعتدام خودت نگهردار یعنی چی بچه آقا ببخشی من عصبی ام بابا به جای این حرفا یه کاری بکنیم بچه اونجا دل کرد ما برو چیزی پیدا کن اکبر مادر یه کاری بکن اکبر کلید سن الان یه کاری میکنه دو تا هم قفل زدن که ای بابا مثلا یه دونه بود میتونستی باز کنی یه جوری زیر و بالای قفل رو نگاه میکنه انگار کلید سن جله یه جوری بعد اون از بوکی بیاد بیرون یه جوری که الان یه مالی یه جورش میاد خواهر چی میتونه الهی ببین صاحب کن مادر ببین چی کار میشه که قفل دیگه الان صاحب کن ببین چی کار میشه قفله برو بابا تو هم قفله بابا یکی پیدا کن آقا ببخشید آقا ببخشید شما صاحب اینجا رو میشناسید در قفل شده این بچه ها زندانی شدن شب عیدی آقا ببخشید تو رو خدا اون کسی که این در قفل کرده نمیشناسید بگیم بیان این در باز کنه بچه من این تو خونه بنده خدا احتمالا ندیده ولی قفل نمیکرد بره خدا یه کاری بکن بچه من دق کرد تلفن این چیزی نداری زنگ بزنیم به یارو
سالیه روزه بله پسر خودم الان خوبه اون تو گیره سند میذارم میارمش بیرون آقا تو این محل یه قفل‌ساز این کلیدساز یه چیزی پیدا نمیشه من برم ولیش کنم بیانم ببین قفل پایینه من میتونم باز کنم قفل بالای کار من نیست کامپیوتری ها بیشوشی بنداسی بچه شو بگیم بگیم اینجا بیارید بیرون تو مونده درم روش قفل شده برید کنار من خودم درستش میکنم این کار من برید کنار من اینجا بیارید بیرون اکبر ببین اگه تو تو زندگی یه کار درست انجام بدی من اسم تو رو پیشونیم داغ میکنم تو میتونی اینو بکنی بگو ببینم سگم با چتو بگم بگو ببینم آخه این کامپیوتری اینو بلد نیستم اینو بلدم همونو بگو ببینم بابا بعد قله رو بس غلط کردی میگی من میتونم باز کنم آقا یه میله دیلم این چیز اینجا پیدا نمیشه من بزنم اینو بشکنم آو تو وسیله وسیله است آقا هست که هست بچه من اصیل سرگردون اینجا مونده نه شما میگی وسیله اینجا هست خب باشه خب اینو الان میخوام بزنم بشکنیم بریم آقا پس فردا چیزی ازش کم میشه میخوای چیکار کنی کی جواب میده شما آدرسی تلفنی چیزی ازش نداری تلفن ندارم ولی یه بار وسیله بردم آدرسشو بلدم میخوای بریم لال بمیری خب زودتر میگو بریم دیگه باشه باشه کجاست کجاست نه نزدیک نه دو غربه غربه شما اومده اینجا خونه ساخته آقا بریم آقا برو سوار شو بریم سوار شو سوار شو اگر ما یارو خالی تو صاحب ما رو میذاریم الان رفت یکی بیرون باز با هم بازی کنه بیا این دو تا منم کاسبی کردم بگیر پفک یک دیسو چیزی بخر بعدم من میام دست دست اولو بابا